به خاطر نمایشگاه سبیت همه پرواز ها پر شده. خب تنها جایی که گیرم اومد صندلی کمک حلبان بود. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. برای علاقمندان به فناوری هر سال نمایشگاه بزرگی در سراسر دنیا برگزار میشه، اما به نظر میاد که زمستون فصل شلوغ و پرترافیکی باشه. در دیما نمایشگاه CES در لاس وگاس برگزار میشه، بهمن ماه رو نمایشگاه موبایل بارسلون در اختیار خودش گرفته و اما اسفند ماه رو سبیت رزرو کرده. من به اینجا به هانوفر اومدم تا ببینم که چه خبر بوده. قبل از هر چیز به سراغ دانشمندان و پژوهشگرانی رفتیم که بخشی از نمایشگاه سبیت رو به خودشون اختصاص داده بودن و میخواستن نتیجه پژوهش‌هاشون رو به پول نزدیکتر کنن. All the conjunction, all the towns, all the world. She walks into mine. وقتی که میگیم تب تبلت همه جا رو گرفته، باید هم انتظار داشته باشیم که کم کم سر و کله تولید کنندگان چینی پیدا بشه. از قرار معلوم امسال باید شاهد سرازیر شدن انبوه تبلت های شرق آسیا به بازار باشیم. همینطور گزارشی داریم از یک OCR ایرانی در مفصاری که میتونه حتی دست نوشته های فارسی رو از روی یک متن اسکن شده تشخیص بده. به علاوه اخبار فناوری این هفته رو خواهیم دید و نتایج وبگردی های این هفته بیتا رو در وب نورد خواهیم داشت. قبل از هر چیزی باید بگم که سبیت جایی فراتر از محلی برای ارائه محصولات مصرفی الکترونیک به مردمه. کشور آلمان از دیرباز پیشتاز بوده در زمینه علم، بنابراین عجیب نیست اگه اینجا زنان و مردانی رو ببینیم که با روپوش‌های آزمایشگاهی به دنبال تبدیل نتیجه پژوهش‌هاشون به محصولات مصرفی و پول درآوردن از راه اونا هستن. با وجود اینکه سبیت امسال نسبت به سال‌های قبل باز هم کوچیک‌تر شده بود، برگزار کنندگان نمایشگاه در هانوفر آلمان حدس می زدن که بیشتر از 350 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند. این مشتاقان فناوری اینجا اومدن تا چیزی حدود 4500 محصول این نمایشگاه رو ببینن. امسال شاهد نمایش و عرضه محصول خیلی خاص و متفاوتی نبودیم. تنها موضوع قابل توجه نمایشگاه امسال فوران بیش از حد تبلت ها بود که سر فرصت میرم سراغشون. البته محصولات جالب تزیینی هم وجود داشت. ایسوس یه نمونه آزمایشی بازی سبودی رو به نمایش گذاشت که به عینک نیاز نداره. البته تصاویر 3D با این روش ممکنه چندان چنگی به دل نزنن. و همین شرکت یک محصولی رو به نام ویوی اکسشن به نمایش گذاشت که میتونه اولین کنترلر حرکتی برای کامپیوترهای شخصی به حساب بیاد. این یک دستگاه بی سیم پخش زنده فایل های صوتی و تصویری و همینطور یک حسگر حرکتیه. البته برای اینکه به حضورتون پی ببره یک کم تأخیر داره، اما همین که شما رو پیدا کرد میتونه به یک وسیله خیلی سرگرم کننده و با نمک تبدیل بشه. حالا که موضوع بحثمون بی سیمه، نظرتون راجع به این نسخه آزمایشی نمایشگر وایرلس فوجیتسو چیه؟ رد و بدل داده ها و تامین انرژی در این دستگاه به صورت بی سیم انجام میشه. انتقال انرژی در این دستگاه از فناوری SUPA استفاده میکنه که در واقع یک روش الغایی هست. فکر کنم راجع به عمل کرد این دستگاه بشه یک گزارش جداگانه و مفصل ساخت، اما به نظر میاد که فعلا کارشو خوب انجام میده. این یه نمایشگر بی سیم واقعیه، یعنی از هیچ کابلی برای تغذیه انرژی و ارسال اطلاعات استفاده نمیکنه. برای ارسال و رد و بدل داده ها از یه USB بی سیم استفاده میشه، اما برای تغذیه انرژی از یه فناوری تازه تر استفاده میکنه. یه آنتن مخصوص و خیلی نازک درون این میز قرار گرفته که میدانهای مغناطیسی ضعیفی رو ایجاد میکنه و البته به کسی هم آسیبی نمیزنه و خطری برای سلامتی افراد نداره. این نمونه اولیه محصوله. با این حال با این وسیله میتونین بدون استفاده از هیچ کابلی چراغ‌ها رو خاموش روشن کنید. همینطور میتونین موبایلتون رو روشن کنید و نتورکتون رو روشن بذارید. معمولا شرکت توبی از فناوری ردیاب چشمی فروسرخ یا مادون قرمز استفاده میکنه تا برای کاربران ناتوان و معلولان امکان کار با کامپیوتر رو فراهم کنه. اما حالا این گروه سوئدی با لنوو همکاری کردن تا محصول تازه‌ای رو برای استفاده همه کاربران ارائه بدن.
اونا به جای طراحی یک ماوس تازه از یک سیستم ردیاب چشم استفاده کردن تا دیگه نیازی به ماوس نباشه و بشه کنارش گذاشت. ما هنوزم که هنوزه دوست داریم از ماوس و صفحه کلید استفاده کنیم، چون که 10 انگوش از یه جفت چشم سریع‌تر کار میکنن. اما برای انجام بعضی کارا چشم سریع‌تر از دست کار میکنه. مثلا فکرشو بکنین در حال نوشتن هستین و میخواین روی یه آیکون یا یه چیزی کلیک کنین. اون وقت بشه با یه نگاه به اون لینک روش کلیک کرد. این میتونه در بازی‌های کامپیوتری استفاده بشه، چرا که میتونین با چشماتون هر کاراکتر بازی رو که بخواین کنترل کنین تا اونا هم واکنش لازم رو نشون بدن. این کاریه که با کنترلرهای معمولی نمیشه انجام داد. امکانش هست که با یه نگاه توی چشمای هر کسی بشه فکرش رو خوند، اما فکرش رو بکنید بشه فهمید که اونا نگاهشون به کدوم طرفه. اون وقته که میشه علایق و عدم علاقهشون رو فهمید و متوجه شد که چه چیزی میتونه توجهشون رو جلب کنه. میتونید دوربین مخفی ذهن هم صداش کنید، چرا که مثلا کارخونه دارها و مغازه دارها و صندوق دارها میتونن بفهمن که چی تو کله خریدارها میگذره که به مغازشون سرازیر شدن و درباره کالاهاشون چی فکر میکنن و کارمنداشون سر کار چه کارهایی رو یواشکی انجام میدن. این البته چیز چندان دلچسبی نیست، یه جورایی هم ترسناکه. بسته جالب دیگه‌ای که تو این نمایشگاه عرضه شد چیزی بود که به درد خانوما میخوره. این کامپیوتر ویژه آرایش توسط انستیتو مکس عرضه شده. این وسیله صورتتون رو پیمایش میکنه و یک عکس سه‌بعدی از چهرهتون میگیره که البته تصویر خیلی زیبایی هم نیست و در نهایت به این تصویر آرایش صورت رو اضافه میکنه. این سیستم رنگ و محدوده و خطوط صورت رو مشخص و اون رو با 60 نمونه آرایشی هماهنگ میکنه. اون وقت راهنماییتون میکنه که چه بخشهایی رو چطور آرایش کنید. من فکر میکنم که این میتونه کمک خیلی بزرگی باشه. منظورم اینه که به عنوان یک خانوم شما خیلی وقتا درباره آرایش صورتتون چندان مطمئن نیستین. شما یه لباس عالی تنتونه و نمیدونین که چطور آرایشتون رو با لباس هماهنگ کنید. این میتونه به یه نرم افزار پرفروش برای استفاده خانوما تبدیل بشه. به نظرم این نرم افزار میتونه محبوب هر خانومی بشه. و ستاره این نمایشگاه ربات رجینالد بود. این ربات میتونه به موزه گردی ها رنگ، روح و جذابیت ببخشه و البته میتونه به عنوان یک وسیله سرگرم کننده رفتار و حرکاتی مثل یک بازیگر انجام بده. این ربات میتونه گفتگو و دیالوگ های شکسپیر رو از حفظ اجرا کنه، اونم با شخصیت و حس ربات گونه خاص خودش. رجینالد برای آموزش و سرگرمی طراحی شده و یه دستگاه رد و بدل اطلاعاته. در حالت عادی اگه میخواییم پیامی بفرستین با لمس یه نمایشگر میتونین ارسالش کنین. اما جریان این ربات چیز دیگه ایه و فقط به ارتباط با مردم محدود نمیشه. همه دوست دارن با چیزی که ظاهر انسانی داره صحبت کنن، دوست دارن باهاش ارتباط برقرار کنن و این همون ایده ای بود که منجر به طراحی و ساخت رجینالد شد. درسته که اخبار تکنولوژی فعلا تحت تاثیر نمایشگاه سبیت قرار گرفته، اما نباید بقیه دنیا رو فراموش کنیم. بهتره پس بریم سراغ کلیک‌نامه این هفته و اخبار فناوری. گوگل سیستمی راه اندازی کرده که بتونه از راه دور اپ‌هایی که بدافزار دارن رو از روی گوشی‌ها پاک کنه. اخیراً حدود 60 اپ در اندروید مارکت شناسایی شدن و برآورد میشه این اپ‌ها توسط 200,000 کاربر دانلود شده باشن. اپ‌هایی که میتونن اطلاعات شخصی کاربر رو از روی گوشی بدزدن. این اپ‌ها کپی اپلیکیشن‌های معمولی دیگه هستن، بنابراین کاربر نمیتونه اونا رو تشخیص بده. با شناسایی این اپ ها گوگل فوراً تصمیم گرفت این پاکسازی رو انجام بده و هر گوشی اندروید که این نوع اپلیکیشن ها رو از فروشگاه رسمی اندروید دانلود کرده باشه شناسایی میکنه و اپ رو از روش آنینستال میکنه. با این حال کاربرانی که از فروشگاه های غیر رسمی این اپ ها رو دانلود کردن هنوز در معرض خطرن. یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه میسوری آمریکا به سرپرستی دکتر رضا ذوقی در حال طراحی دوربینی هستند که ساختار و اجزای درونی اشیا رو زنده نمایش میده. این دوربین جدید بهینه‌سازی دوربینی خواهد بود که چندی پیش ساختن.
که برای نمایش دادن تصاویر نیاز به یک ترانسمیتر یا فرستنده داشت. به گفته دکتر زوقی، دوربین جدید نه تنها فرستنده نمیخواد، بلکه تصاویر رو به صورت سه‌بعدی نمایش میده. این دوربین از سیگنال‌های مایکروویو برای این کار استفاده میکنه که عوارضش خیلی از اشعه ایکس کمترن. انتظار میره از این فناوری برای دیدن و تشخیص بافت‌های سرطانی در پزشکی و یا کشف محموله‌های غیرقانونی در عملیات امنیتی استفاده بشه. و شرکت وارنر برادرز به زودی سرویسی روی فیسبوک راه اندازی میکنه که کاربرا بتونن فیلم‌های سینمایی تولید این کمپانی رو روی فیسبوکشون تماشا کنن. پرداخت هزینه تماشای فیلم‌ها به وسیله اعتبار فیسبوکیه. روشی که از اون در حال حاضر برای خرید کالاهای مجازی تو بازی‌های این شبکه اجتماعی استفاده میشه. این خدمات تأثیر مهمی در جایگاه وارنر برادرز بین رقباش در زمینه رسانه آنلاین خواهد داشت. حالا که تبلت به عنوان یک ابزار جدید جا افتاده و تونسته جورایی فاصله بین نتبوک ها و لپتاپ ها رو پر بکنه، خیلی از شرکت ها شروع کردن به تولید تبلت. خیلی از برند های معروف هم کارخونه های خودشون رو در کشور چین رو اندازی کردن برای اینکه اونجوری براشون ارزون تر در میاد. چینی ها هم لابد فکر کردن حالا که ما داریم تبلت تولید میکنیم، چرا تبلت های خودمون رو تولید نکنیم؟ اینه که نمایشگاه سبیت پر شده از تبلت های مختلف در اندازه های مختلف، قیمت های مختلف و با سیستم عامل های مختلف، البته چینی هست. همونطور که میبینید این تبلت های چینی اندازه های مختلفی دارن، اما امکاناتشون دقیقا یکیه. برای مثال این دوتا فقط رنگشون فرق داره و رنگ پشتشون با هم متفاوت هست و قیمتشون طور که من پرسیدم 110 دلار آمریکاست. سیستم عامل این تبلت ها اندروید هست و یه مقدار کار کردن با صفحش مشکل داره، اما این یکی اندازش یه مقدار بزرگتره و قیمتش 118 دلار آمریکاست و این یکی هم یه مقدار امکانات بیشتری داره و لوکستر هست و همینطور پورت های بیشتری رو ساپورت میکنه و بنابراین قیمتی که روش گذاشتن چیزی حدودش 175 دلار آمریکاست که به نظر میاد که از تبلت های دیگه خیلی خیلی ارزون تره. اینجا یه سری تبلت دیگه وجود داره که اونا هم ساخت کشور چینه، اما تفاوتش اینه که یک مارک خیلی معروف روش گذاشتن و اون چیزی نیست جز پیر کاردین که قبل از این ما فقط اسمش رو برای تولید پوشاک و گاهی اوقات هم چیزایی مثل خودکار و چیزای لوکس دیگه‌ای مثل همون شنیده بودیم. برای مثال این تبلت قیمتش از 118 دلار آمریکا. سیستم عامل این هم اندروید هست، بنابراین شما میتونید برید توی فروشگاه گوگل و هر اپلیکیشنی که میخواید رو دانلود کنید. همونطور که میبینید اپلیکیشن کامرای این هم اگر را بندازید، دوربین در جلوی این تبلت گذاشته شده در این قسمت که امکان این رو به شما میده تا بتونید تصاویر جلوی این وبکم رو ببینید و کیفیتش هم به نظر میاد که بد نیست. این تبلت خودن قراره که آوریل به بازار بیاد. دو تا سیستم عامل روشه، سیستم عامل اندروید روش کار میکنه و همینطور ویندوز 7 رو هم ساپورت میکنه. یک دکمه اینجا هست که میتونه بین این دو حالت سویچ رو انجام بده. شرکت بلوکس هم بیشتر تبلت‌هاش رو بر پایه سیستم عامل اندروید طراحی کرده، اما این یکی استثنا سیستم عاملش ویندوز 7 یا ویندوز 7 هست که تاچ اسکرین یا صفحه لمس رو هم میتونه ساپورت بکنه. اینجا همینطور که میبینید دو تا تیکه داره این تبلت، یه تیکه هست که مستقلا قابل استفاده است، شما میتونید روی صفحه لمس کنید و کاراتون رو انجام بدید و یک بخش دومی هم داره که این بخش کیبورد یا صفحه کلیدش هست. این دو تا بخش رو میتونید به صورت وایرلس با هم دیگه مرتبطش کنید یا اینکه مانیتور رو قرار بدید روی صفحه کلید و به این صورت در بیاد و با خودتون هم نقلش کنید. چینی‌ها فقط تبلت به بازار عرضه نکردن، این دستگاه‌ها با نام جامپر به بازار عرضه شدن. همونطور که می‌بینید سه تا کامپیوتر رومیزی هستند که ویندوز 7 روشون نصبه و سی پی یوشون هم اینتل هست و شما می‌تونید یک صفحه تاچ اسکرین به این بزرگی داشته باشید. سبیت یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های دنیاست که امسال مهمان حدوداً 70 کشور بود که غرفه‌هاشون رو در 4 بخش موضوعی جا داده بودن. برای چرخیدن توی مساحت 554 هزار متر مربعی نمایشگاه که چیزی برابر 100 تا زمین فوتباله، باید قالیچه حضرت سلیمان، عصا و کفش آهنی و گرز آتشی برداشت
اما خب من ترجیح دادم که به جای اینها با دوربین و سپایه و کتونی بچرخم. تو این فضای بزرگ خیلی ها داشتن رانندگی میکردن، البته روی نمایشگرهای سبودی. بعضی هم ترجیح میدادن اسکی کنن. درسته که هوا انقدر سرد نبود که برف روی زمین نشسته باشه، اما این مانع نمیشد که مردم از این ورزش لذت نبرن یا بازی نکنن. اگه هیچ کدوم از اینا راضیتون نمیکرد، میشد بشینین پشت این آلات موسیقی شرکت رولند که جنسشون از پلاستیک و توری های پارچه خاص بود. طبیعیه که سر و صداش مزاحمتی برای اطرافیان ایجاد نمیکنه، اما خب چیزی که از توی گوشی شنیده میشه کیفیت بی‌نظیری داره. نوازنده خوبی نیستید؟ اشکال نداره، میتونستید یک تکونی به خودتون بدید و با این موسیقی ورزش کنید. اگه هم خوری اینترنت بودید، این امکان بود که سوار یکی از این خودروها بشید که همیشه به اینترنت وصلن. اما از همه این چیزهای دوست داشتنی که بگذریم، کلی از شرکت‌ها برای معرفی محصولاتی به سبیت اومده بودن که کارهای فنی‌تر و جدی‌تری در حوزه فناوری ارائه می‌دادن. وقتی که امتحان کنکور میده چقدر طول میکشه تا نتیجه‌شو اعلام بکنن؟ همه اینا بستگی به زمانی داره که اون فرم‌هایی رو که شما تستش رو زدید بخونن و بتونن پردازشش کنن، جواب درست و غلط رو در بیارن و نتیجه رو اعلام کنن. کلید این پرسش توی هوش مصنوعی است، تا بهتر بگم شاخه از هوش مصنوعی به نام OCR. وقتی که صحبت از Artificial Intelligence میشه، ممکنه یک عده اول به یاد فیلم معروف اسپیلبرگ بیافتن. Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی در واقع بخشی از علوم کامپیوتری هست. یکی از شاخه‌های هوش مصنوعی اسمش هست OCR. اگه بخوایم ماجرا رو بازتر کنیم، جریان اینه که وقتی مثلا یک صفحه کتاب رو اسکن می‌کنیم، حاصل کار یک تصویر یا عکسه. به برنامه‌هایی که میتونن این تصاویر رو پیمایش کنن و حروف توش رو تشخیص بدن و متن رو ازش استخراج کنن میگن OCR. از این فناوری سالهاست که داره استفاده میشه. نمونه های ساده این برنامه ها رو میتونید معمولا روی سیدی همراه اسکنری که میخرید پیداش کنید. اما وقتی قرار باشه تمام اسناد یک سازمان بزرگ در ابعاد یک وزارتخونه توسط اینطور نرم افزارا خونده بشه، کار کمی پیچیده میشه. به خصوص اگر نوشته ها به خط فارسی باشن. اینجا یه نرم افزاری هست که این کار رو انجام میده. روش کار به این صورتی که فرم‌های پرشده اسکن و بعد توسط نرم افزار تکه تکه میشن و متن توی عکس‌ها تشخیص داده میشه. اگه موقع اسکن اشتباهی پیش بیاد، روند پیمایش صفحات متوقف میشه و نرم افزار پیام خطا میده. وقتی که قرار بشه ماشین به جای انسان محتوای فرم‌ها رو بخونه و وارد کامپیوتر کنه، وظیفه اجرا از دوش انسان برداشته میشه و وظیفه نظارت بر روند کار بهش واگذار میشه. این مسئله میزان اشتباه رو کمتر میکنه. به هر حال انسان به خاطر انسان بودنش حق داره اشتباه کنه، اما ماشین خب نه. مزیت دیگه افزایش سرعت کاره. در حوزه انتخابات کشور یه چیزی حدود یک هفته کشور در بحران و تب استخراج اطلاعات به سر میبره. حالا شما اینو حساب بکن، این یک هفته رو اگه تبدیل کنیم به 2 ساعت چه اتفاقی میفته؟ انتخابات ساعت 11 تموم شده، ساعت 1:30 تمام اطلاعات روی برگه ها در اومده، سندیت برگه ها کاملا حفظ شده، بدون هیچ مشکلی ساعت 2:30 نتایج انتخابات روی تلکس خبرگزاری دنیا میره. با کاربردی شدن OCR و استفاده از اون در ابعاد عظیم، میشه انواع پروژه‌های کشوری مثل فرم‌های اظهارنامه مالیاتی رو که خیلی هم برای امور اقتصادی کشور مهم هستند، در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین خطا به نتیجه رسوند. خب حالا که با گشت و گذار ما در سبیت تا اینجا همراه بودید، وقتشه که با گشت و گذار بیتا در وب همراه بشید. بریم سراغ وبنورد. هیچ کس خوشش نمیاد بشینه پشت کامپیوتر رو منتظر بمونه تا ویندوز آروم آروم راه بیفته. اما soluto.com میتونه توی بالا بردن سرعتش کمکتون کنه. اون بهتون میگه چه برنامه‌ها یا نرم افزارهایی باعث کند شدن سرعت ویندوز میشن و راهنماییتون میکنه تا نرم افزارهای اضافی رو حذف کنید و اینطوری سرعت ویندوزتون رو بالا ببرید.
سایت خیلی جالبیه. اولین باری که من روی پیسیم استفادهش کردم 19 تا از نرم افزارامو حذف کردم و اینطوری حدود نیم دقیقه به سرعت بوت شدن ویندوزم اضافه شد که خب خودش خیلی چیز خوبیه. شما هم میتونین به بالا رفتن کارایی سایت کمک کنین. فقط باید هر بار که کامپیوترتون بدقلقی میکنه به سایت گزارش بدید. اینطوری فهرست دیتابیس چیزایی که باعث ناراحتی کاربرا میشن تکمیل میشه. برنامه سایت اینه که با این دیتابیس به سازنده های نرم افزارا کمک کنه تا محصولات بهتری ارائه بدن. هیچ وقت فکر کردین چرا بعضیا اینقدر لینوکس میکنن؟ اگه میخواین سر در بیارین میتونین از pclinux.com کمک بگیرین. توش 7 تا نسخه مختلف برای انتخاب وجود داره و میتونین قبل از نصب امتحانشون کنین. روش کار اینه که بعد از اینکه فایل ایزوی مربوطه رو دانلود کردین با استفاده از نرم افزارهای رایت سی دی روی یه سی دی بریزیدش و بعد از روی اون کامپیوترتون رو بوت کنید. اینطوری میتونین یه پیشنما از دسکتاپتون داشته باشین. اگه توی کار به مشکلی برخوردین، دستورالعمل‌های مربوطه توی سایت نوشته شدن. برای کسایی که میخوان به جمع لینوکس بازای حرفه‌ای ملحق بشن، جای خوبی برای شروعه. وقتی سی دی یا دی وی دی نسخه لینوکس مورد نظرتون رو رایت کردید، میتونید به جای استفاده از هارد دیسک مستقیما کامپیوترتون رو از روی اون سی دی بوت کنید. اینجوری یعنی میتونید یه سیستم عامل جدید رو اجرا کنید بدون اینکه توی سیستم عامل قبلیتون دست برده باشید. یکی از مهمترین ویژگی‌های بوت کردن مستقیم از روی سی دی اینه که هر جور مشکل سخت افزاری احتمالی رو میشه قبل از نصب نهایی متوجهش شد. خب از بازیایی که تا حالا معرفی کردیم خسته شدین؟ نگران نباشین، funnygames.co.uk اونقدر بازی داره که آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه. اینجا برای هر سلیقه یه چیزی پیدا میشه. جدی میگم، همش هم مجانیه. من دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشم و میذارم خودتون تعاطوش رو در بیارین. میخوام بهتون یه وبسایت خیلی جالب نشون بدم. به غیر از جذابیت‌های ظاهریش، میتونه بهتون توی درست کردن وبسایت شخصیتون هم ایده بده. به نظر من جای خوبی برای شروعه. من همیشه گفتم که ظاهر سایت‌ها برام مهمن، به خاطر اینکه در نگاه اول توی جذب کردنم نقش بزرگی رو بازی می‌کنن. ظاهر این سایتم جالبه، ولی یه چیزی که تازگی ها دقت کردم اینه که خیلی از سایت‌ها علاوه بر محتوا دارن به ظاهرشون هم رسیدگی می‌کنن. دیدنی های جالبی داره. مثلا از توی کامپیوترتون به موسیقی مورد نظرتون گوش بدین و از تماشای باونس و لایت که با موسیقی در حال پخش هماهنگ میشن لذت ببرین. اگرم عینک سه‌بعدی دم دستتون دارین، اینجا توی قسمت انگلیف میتونین ازش استفاده کنین. چه بخوایم چه نخوایم، سینما و خبرهای دور و برش همیشه جنجال برانگیز بودن و هستن. اگه جزو کسایی هستین که اخبار سینمای ایران و جهان رو دنبال میکنین، سایت تخصصی سینما نگار رو بوکمارک کنین که هر آنچه که لازم دارید رو بهتون میده. محتوا شامل مقاله، نقد و گفتگو، گزارش تصویری و کلی چیزای دیگه است. البته نه تنها سینما، بلکه برنامه‌های تلویزیون هم پوشش میده که به نظر من یکی از ویژگی‌هاشه. پس اگه از عاشقای فیلم و سریال و دنیای بازیگرا هستید، برید و حس کنجکاویتون رو سیراب کنید. این بود گزارش ما از آلمان. میتونید تکرار این برنامه و برنامه‌های قبلی، همینطور وبسایت‌هایی که توی وب نورد معرفی شده رو توی وبسایت ما ببینید که آدرسش هست bbcpersian.com/click. میتونید از طریق ایمیل با ما در تماس باشید و نظراتتون رو ارسال کنید به persianclick@bbc.co.uk، یعنی که توییتش کنید به صورت خیلی جدید و مدرن به یک @persianclick. اگه عضو صفحه ما در فیسبوک نیستید، خب عضو شید. اگرم عضوید فعالیت کنید، آدرسش هست facebook.com/persianclick. این گزارش ما از آلمان بود. هفته دیگه توی لندن میبینمتون و تا اون موقع بدرود و خدا نگهدار.